خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت سلسله تظاهرات کنونی در ایران گرچه به خاطر قیمت‌های بالای هزینه زندگی شروع شد اما به سرعت در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و بر علیه تمامیت نظام اسلامی چرخید. تظاهرکنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و به سمبل‌های رژیم حمله کردند و فضای انقلاب ایجاد کردند. در حالی که اعتراضات بالا می‌گیرد، دولت عناصر مخالف در خارج کشور را مسبب آنها می‌داند. واشنگتن پست به مدت بیش از 40 دقیقه تظاهرات اشرف نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران در مقابل کاخ سفید در حمایت از قیام مردم ایران را پخش کرد. فریاد هر ایرانی یا مرگ یا آزادی. فریاد هر ایرانی یا مرگ یا آزادی. فریاد هر ایرانی یا مرگ یا آزادی. خامنه‌ای بدونه به دست ارتش خلق به زودی سرنگونه. خامنه‌ای بدونه به دست ارتش خلق به زودی سرنگونه. شعار هر ایرانی مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی. شعار هر ایرانی مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی. داون ویت خامنه‌ای، داون ویت روحانی. تلویزیون NBC آمریکا گزارش داد در خیابان‌های پایتخت ایران روزهای اعتراضات مردمی به نقطه جوش خود رسید که از حدود 10 سال پیش دیده نشده بود. تظاهرات اکنون به سراسر ایران کشیده شده است. تلویزیون CBS نیز گفت طبق گزارش‌ها معترضان در ایران تلاش کردند یک مقر پلیس و پایگاه‌های نظامی را تحت کنترل درآورند. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیامی گفت رژیم ایران در تمامی سطوح شکست خورده است. زمان تغییر فرا رسیده است. تلویزیون CNN از 40 خبر و گزارش درباره قیام ایران و صحنه‌های تظاهرات مردم در شهرهای مختلف پخش کرد. CNN گفت اعتراضات ضد حکومتی در ایران اکنون گسترده و خشونتبار شده است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروه‌های بزرگی از مردم در اعتراضات ضد حکومتی با نیروهای پلیس درگیر می‌شوند. آنها شعار می‌دهند جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم و مرگ بر دیکتاتور. این تظاهرات روز پنجشنبه شروع شد و اکنون به سراسر ایران گسترش یافته است. یک گزارشگر CNN گفت این تظاهرات برخلاف تظاهرات سال 2009 سراسری است و در شهرهای کوچک که اکنون به رژیم پشت کرده اند جریان دارد. یک گزارشگر دیگر CNN نیز گفت چیزی که مطرح نیست اسم کروبی و موسوی است و این تظاهرات متعلق به هیچ یک از جناح‌های رژیم نیست و تظاهرکنندگان خواستار سرنگونی رژیم هستند. ویکلی استاندارد در مقاله‌ای به قلم سردبیران این مجله ضمن انتقاد از بی‌عملی اوباما در دوران قیام سال 1388 مردم ایران و با یادآوری عواقب فاجعه‌بار آن نوشت
از آنجایی که دولت ترامپ در ماه اکتبر حاضر به تایید توافق اتمی نشد، ایالات متحده می تواند تحریم‌های اتمی را مجدداً برقرار سازد و بالکل از توافق خارج شود. بازگشت تحریم‌های قبل از برجام می تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری به اقتصاد رژیم و مقامات آن وارد سازد. دولت آمریکا باید تهدید کند که اگر رژیم ایران هر یک از معترضان صلح‌آمیز را دستگیر کند و یا مورد تعرض قرار بدهد، همین سیاست را در پیش خواهد گرفت.